به نظر شما، شما بهتر برین سراغ اون سوالایی که تیک داره اونا رو تمرین کنید، یا برین سراغ اونایی که زب داره و تیک داره؟ الان کاشکی دستا پایین بود، بعد الان من میگفتم هر کی میخواد اینو جواب بده. سوالم اینه، برای امتحان وقتی میخوایم مرور کنیم، بریم سراغ تیکا یا بریم سراغ زب در تیکا؟ آقای محمد پارسا، شما میخوای بگیم؟ بله بفهمید استاد، تو باشی آقا میری من سراغ میرم کدوم؟ سراغ چی؟ زبدر زبدر آره تیکا، آفرین، چرا؟ چون اونا رو بلد دقیقا، دارم. و اونا اهمیت بیشتری داره، سوال های طلایی اوناست، اونایی که بلد بودین که خب بلد بودین. پس دو جور علامت تو دفترتون، تو کاربرگاتون باید دیده بشه، یکی تیک یکی زب در تیک، حالا رنگش دیگه هر جور خودتون صلاح نیست. خب قبل از اینکه شروع کنیم، من سریع ببینم آقای محمد امین سوالش چیه؟ محمد امین بگو سوالتون. استاد منم آره، یکی یکی میپرسیم. سلام استاد، سلام، بفهم. صحبتون بخیر. استاد میخواستم بگم که دیروز من میخواستم تکالیفم رو بذارم. من قشنگ با اپلیکیشنی که گفتن که باید کاتش بکنم، یعنی ویدیو رو کم حجمش بکنم، کردم. بعد اومدم بفرستم، زد فایل به صورت MP4 پذیرفته نمی شود. هر کاری کردم نمیدونم بگه باید چیکار کنم. خب من ببین، نمیشه. اون تکلیفی که مربوط به ویدیو هستش تا روز سه‌شنبه وقت داره. خب شما با آقای راهبر تماس بگیرید، ایشون راهنماییتون کنن. خب بچه، قبل از این سوالای دیگر بپرسین، سوالایی که راجع به تکلیفه یا سوالای شخصیه، مثلا اینجوری، مثلا من فرض کنید حالا یه دانش آموزی، آقا من دیشب خواستم بفرستم وقت نشد خدا اینا، این سوالا رو بزنین آخر کلاس، من وای میسم سوالای شخصی. اگه سوال راجع درسه که به همه ربط داره اونا رو بپرسید. سپر اگه سوال داری بگو. بچه هم که سوالشون میپرسن لطفا دستشون رو بیارن پایین، چون من هی فکر میکنم وقت سوال داری. سپر بگو. استاد یکی این که من یه سوالم در مورد درس پرش میپرسم، ولی اول این رو بگم بهتون، شما تکلیف از من دریافت نکردیم به خاطر این بود که من ویدیو اومد ولی فایله نمی اومد. داستان چی بود؟ حجم زیاد بود، کم بود، چپ بود، راست بود، و ویدیو اومد ولی فایله نمی اومد. حالا میخوایم من آره امشب سپر جان، آره من ضمن این که چه گفتم دیگه با تا آقای باید یه سوال راهبرم دیگه بیاید حل صحبت کنیم کنید، ایشون براتون مشورت بیشه. ممنون، بفرستمش. متشکرم. سیاوش بگو سوالتون. آه بگو مرسی بگو سپر. مرسی مرسی. من یه سوالم داشتم، سوالم این بود که توی آره دیگه، آره خب امیرعلی سوال سپر فعلا. امیرعلی بگو سوال تو سریع، بعدا محمد پارسا بگی. سپر جان سلام دست رو استاد. بتونی بیاری پایین. سلام استاد. سلام امیرعلی، بفهمید. استاد من سلام. سوال داشتم، میخواستم بگم که ما الان تصویر رو من ندارم، تصویر بر من شطرنجیه. آره، هنوز شروع نکردی. آره سوال رو نداشته بوده میگم، یعنی شما نه، هنوز نذاشتم. چجوری گفتین که یعنی آره شما سیاوش هم بگید چجوری سوالمون هست؟ شروع میکنیم. سیاوش بگو. بگو سریع. من میخواستم بدونم که الان مثلا ما بخوایم، مثلا من چون تکالیف وقتی میخواستم مثلا عکس رو دو تا فایل بفرستم، یا اصلا کلا بعضی وقت خب خوب دیگه همین، میشه گفتم یه فایل دیگه دو تا بفرستم، مثلا اینکه چجوری اون دو تا PDF تو مثلا به یه میشه فایل دو تا تبدیل کنیم، بفرستم بعدا با نمیشه راهبر زد. تماس بگیری، ایشون راهنماییتون کنه. بچه من خواهش میکنم، بچه من ارزم به حضور شما که سوالا رو بیارم با هم ببینیم. خب الگوی
شکازی رو ببینیم. خب سوالایی که راحته دیگه سر میکنیم سریع تر رشیم دیگه. سوال یک و آقای رادینا رسی. رادین جان میخوایی دوست داری سوال یک رو جواب بدی رادین؟ لطفا میکروفون رو باز کن اگه تصویرم باز کردی که چه بهتر. رادین صدام میاد. بله بفهمید. بله عالی بفهمید. من اومدم اینجا شماره منتظرم رادی. میگم شماره عدد رو ضرب در دو کرد، یعنی ضرب در سه کرد. بله پس الگوش چیه؟ شماره عدد، شماره شکل، ضرب در سه. بله رادی اینجا. بله بله پس میگیم شماره شکل ضرب در سه. خب بعد شکل های دو مرحله بعدش چجوری میشه در واقع؟ شکل مرحله پنج ضرب در سه پونزده. پس من دیگه 15 تا شکل نمیکشم، می نویسم اینجا 15 تا شکل. بله بعدیش چی میشه؟ بعدش میشه 6 ضرب در 3 18. پس بعدش هم میشه 18 شکل. 18 دایره دیگه، حالا بگیم دایره است یا کره است. 18 تا دایره مثلا. کلن هم گفتی که شماره شکل ضرب در سه. بله باز برای اینکه یادآوری کرده باشم، چون تازه میخوایم این کار رو انجام بدیم، دارم میگم بچه هایی که درست نوشتن یه تیک بزنن. اگه احیانا کسی جوابش متفاوته چیکار بکنه؟ یه ضرب در بزنه، بعد جوابشو که اشتباهه یا جواب نداده، اگه جوابم ندادین ضرب در بزنی، یعنی خب بلد نبودین، اون جواب اشتباهه رو یا پاکش کنه، بهتر با مداد باشه پاکش کنه، یا خط بزنه درستش رو. وقتی درست رو نوشت تیک بزنه، وقتی ضرب در تیک خیلی مهمه. از آقای رادی ممنونم. بعدی رو جناب آقای سام سفرزاده بگیر. سوال دو رو سام دوست داری بگی؟ سوال دو رو دو الف رو سام بگی. سام خب من بله بله اگه سریعتر میکروفون رو باز کنید و صداتون هم بلند باشه خیلی بهتر و سریعتر میریم. دو الف چی میشه به نظر سه مرحله بعدی؟ سام بذار بلندتر. بله بعد از 15 چی؟ من خوب نمیشتم واقعا سام، میزه بلندتر اگه بگیم. من صدای کامپیوترم آوردم بالا تش از مشکل از من. گفتی 17 بعد چی؟ سام ما صداشو شنیدیم، میگفتش 19 23. بچه شما صدای سامو داریم؟ آره خب حالا هم نمیدونم من آهی بیدن نگفتش سام ها، من میگم صداشو نشید. آره خب حالا بزنید سام فعلا نتونست با من صحبت کنه. سام شما هستی؟ سام خب از سام رد شیم فعلا. من اینجا بنویسم که بدونم میکروفونش ایراد داره، به آقای راهبر بگیم این ایراده رو رفع کنه. خب بعدش جناب آقای بردیا. بردیا قندی. بردیا جان بیا لطفا. بردیا بودو
آره بعد دو الف رو میخوای جواب بدی؟ آره بعدی صدات بعد خیلی بگو حالا صحبت کن لطفا خب بعدی هم میکنم شیرات داره امیدوارم که بچه با کامپیوتر یا لپتاپ یعنی یا پی سی یا لپتاپ بیاین خیلی بهتر خب پرهام یادگاری پرهام یا شما دو الف رو بگو هر کدوم به علاوه چهار میشه علی علی خیلی عالی بفهمی میشه 19 23 27 دو الف ها عزیزم دو الف خودت گفتی استاد الگوی بین استاد الگوی بین شماره عدد هم این استاد هر شماره عدد زد در چهار منهای یک میشه خب حالا چه الگویی رو پیدا کردی گفتی به اضافه چهار میشه آره آها شماره عدد نه شماره شکل منظورت اینجا شکل نداره به قول تو عدد شماره شکل به اضافه چند آفرین خیلی هم عالی پرهام یه سوال این چیزی که الان من اینجا نوشتم درسته یا اینجا حتما پرانتز لازم داره به نظر تو آها درسته راستش رو بخوای پرانتز بذاریم قشنگتره ولی پرانتز نذاریم هم اشکال نداره اگه گفتی چرا شما چطور؟ بله من دوستشون جواب بدم فقط و من بخوام دوربین بس بکنم که آفرین بله بله حتی اگه اینجا پرانتز نذاریم خود به خود اینجا اول ضربه انجام میشه یعنی انگار که یه پرانتز نامرئی اینجا وجود داره ولی خب پرانتز بذاریم هم قشنگ تره پرهام خیلی ممنون خیلی خوب جواب دادی بعد آرمان الطافی آرمان جان بیا یه دوربین داره اونجا آرمان سلام آرمان خوبی؟ عالی برو شما دوست داری جواب بدی؟ نظر من معطله بسرم نداره وایس دست رو میاری بالا من ببینم شاید بتونم وایس دست بالا بذار ببینم شما تو دبستان پلتفرمی که کلاس داشتین توش چی بود؟ کلاساتون بعد تو بخش بی من با بیگول واتن خیلی راحت کار میکنم ولی این خیلی راحت تر نیست خیلی راحت تر ببین آرمان من الان یه چیزی رو میزنم یه اوکی رو میزنم اینشالله که وقت بشه دوگی من اینطوری من اینطوری پیدا نکردم بچه میکروفوناتون رو خب آرمان حالا اشکال نداره فعلا جواب بده حالا اینا رو کم کم با آقای راه باید حلش کنیم بله بفرمایید آدم باید از اون یکی رو حل استفاده بکنه ولی چون این گفتین فقط ادامه بله صبح من میتونم بگم من آقا من بگم آره سه تا عددش خیلی راحت میتونیم اول گوشم بگی مثل همین که پرهام گفت مثلا شکلی یک
استاد یه لحظه میخواییم دستا رو بیاریم پایین، اون زبدری که براتون میاد رو بزنید. خب راحت بود، ولی میدونی مثلا من اگه از بپرسم شکل بیستم چی میشه چیکار باید بکنیم؟ یا دستتون رو بیار، یا ماوستون رو بیارین روش. بله اشکال نداره بچه ها، کسی میتونه بچه ها همه دستشون رو بیارن پایین، بگین همه بیارن پایین. دستشون رو بیارن بالا. حالا من طبق دست ها بزنیم دست ها کجاست. آخرین نفر بالا دارم نگاه میکنم، میخوام ببینم من گزینه دست پایین آوردن رو پیدا کنم، ولی حالا بچه ها بیارن پایین. سامان بگه، سامان عبدالرضا دستش بالا. سامان تو بگو ببینم چه الگویی پیدا کردی توش. خب اگه یکی یکی میاد پایین، من میخوام همه دستا رو بالا. خوب شد آقا. آقا آره دست درد نکنه. آره گفتم دیگه اونجا آقای راهبرم بود، گفتم بعد از دستتو میاریم بالا بعدش میاریم پایین. حالا تو بیگ بلو باتن خیلی راحته، یه دوگمه میزنیم دست همه سریع میاد پایین اینجا، ولی نمیدونم چی میشه. خب سامان شما میخواید جواب بدیم؟ سامان جان آن تو اون جزوه این میشون عدد طبیعی. خب این چیه؟ مدل شماره شکل. آره شماره شکل. خب آن سامان آن نچه صدات خیلی کمه، من اینجوری شنیدم گفتی زب در سرد فکر کنم. آره بهتر شد، گفتی زب در سرد. بعد چی؟ چرا؟ حالا بچه سامان اینجوری گفت، شماره شکل رو گفت ان، یعنی گفتش که ان زب در سرد آقا سلام بعد به اضافه پن، هر کدوم رو که بگین درسته. بچه اگه درست درست جواب دادیم تیک بزنیم، اگه اشتباه زدیم زبتر بزنیم بعد تیک. حالا چون خواهی معمولا این میزن مخففت نامبر دیگه، نامبر یعنی شماره، یعنی شماره شکل، این به معنی هم نامه. بچه این سوال که دو قسمت داره میتونیم بر هر دوش، مثلا اگه یک شد درست نوشیم این درست، اگه این اشتباهه مثلا تیک بعدن که درست کردین زبطه، میتونین از این در واقع نه اون که عدد طبیعیه. خب اینه بزرگه، یه خط هم کنارش داره، این چه عدد طبیعی، این مخفف کلمه نچرال به معنی طبیعت. حالا منم نمیدونم کدوم جزء رو میگه. خب اینم سامان کمکمون کرد. سامان اولی کلاس نبودی نه؟ و آرمان جواب داد. خب آقای بچه میکروفوناتون رو ببندین لطفا. آقای علیرضا آهنکوب. سلام عزیزم. بچه سوال سه در واقع تکرار همون بالایی هست دیگه، پس از این رد شیم در واقع، چون داده راجع به همون بالایی حرف میزنه. از جمع دو تا عدد بعد از ضرب دو تا عدد دو شده. آره خیلی هم کار خوبی کردیم. یعنی در مثال یک رابطه بین تعداد دایره و شکل رو میتونیم بگیم که حالا این دفعه با n بنویسیم،
این ضرب در سه چون راحت بود دیگه هر چی این چهار. خب آقای علیرضا شما چهار الف رو بود سوالی که میخواهیم بپرسین رو شما میدونم علیرضا آهنکوب آقا میشه این ضرب در دو ان ضرب در خیلی عالی بچه ها ان ضرب در دو به اضافه یک من حالی پیدا کردم که درسته ولی کلا فرق داره ولی تو اجازه تو به نمایندگی از بچه ها جواب بده ان ضرب در دو به اضافه یک چه جور عددی تولید میکنه شماره نه این همونه فا یکم پخش داره شماره عدد به علاوه شماره عدد به علاوه یک آره. علی رضا میتونی بگی عدد های زوج چجوری تولید میشه؟ این همونه فکر کنه آره کاملا درسته ولی با این الگو چجوری عدد زوج میتونی بگی عدد زوج چه الگویی داره؟ سلام آقا بله چهار ب آقا من سوال چهار ب رو گفتم گفته پنج آره. نو عدد زوج آره. اگه دیگه اون به اضافه یکی رو نذاری زوج از این به اضافه یکی که هست این عدد فرد رو تولید میکنه ولی عدد فرد که از سه شروع شده مثلا اگه دومیه شما شکل موضوعه دومی عدد فرد همه هم سه میشه برای همین گفتم پنج ضرب در شیش و منهای نه هم میشه 21 عدد کابتین تیموری بگه اگه بخوایم عدد های فرد اون از یک شروع شه اون وقت به جای ان ضرب در دو به اضافه یک چی بنویسیم که از یک شروع بشه نه از سه شروع شه عدد فردش که به ازای شماره شکل بشه اگه شماره شکلمون یکه اولین عدد فرد و بعد عدد فرد اگه شما شکلمون دوه دومین عدد دومین عدد فرد و بعد یک میذاشتیم یک میشد بعد سه میشد و همجور ادامه میشد حالا با اینکه قاطی نشه اینا بله آقا میگیم دوه ضرب در شیش منهای سه چون دو فرد ما سه بگو آقا بگو شما یعنی منظورتون سوال چهار منم فقط خواستم آقا بهتون بگم که منم یه روش دیگه پیدا کردم برنا شما گفتیم شما صحبت میکنید دیگه نه برنا شما روشی که برنا میگم شما صحبت میکردیم آره آره این همونه دقیقا خب آقای رادمان گفتم فکر کنم ضربش بود میتونیم بریم چهار به رو تو جمع بدیم علاوه چهار به علاوه چهار به علاوه چهار میشه سلام عزیز این به علاوه چهار نه آره وایسین یه رفت به چهار آقا میشه من بگم من میتونم رابطه شد نه چه اشتباه میشه نه اشتباه میشه زبدر چهار به علاوه یک زبدر چهار به علاوه یک زبدر چهار به علاوه یک بله خب رادمان من اولش متوجه نشدم گفتی ان ضرب در 6 بعد چی منهای 1 گفتی من چه
الان 9 چجوری تولید میشه با این؟ یعنی توضیح 9 توضیح میدیم؟ رابطه. چه جالب رایت خیلی درست رایت ما رایت خیلی جالب آقا من یک از عجیبترین راه ها رو پیدا کردم. من یه الگو دارم آقا من یک الگو دارم. سپر فضلی سپر دارم. تو برای همینی که رایت ما الان جواب داد میتونی الگوی دیگه بگی که دیگه قرار میتونم جواب بدم سوال بعدی باشه بزنیم به نوبت بچه ها بگیم سپر بگو تو آقا سلام من خود هستم آره آره میتونم جواب بدم سوال پنج الف بله آقا من واسه همین دارم آقا فاین چهار تا چهار خب بچه اولی بگیم شماره شکل چجوری بگیم؟ این به اضافه چهار این به اضافه چهار اون وقت این عدد ها شاید درست نشه بذارید صفر رو خودش رو بگیریم در چهار به اضافه یکی مزورته خیلی خوب سفر همین الان به ذهنت رسید آقا من راه حل بهتری دارم یه رابطه دیگه دارم من میتونم من یه رابطه دارم آقا من چون اینجا دقیقه من گفته بود که الان من چجوری رابطه رو بنویسیم ولی اینکه همین الان فکر کردی و گفتی خیلی خوب بود عالی بود سپر کسی راه متفاوتی داره الان دوتا راه گفته شده یه راه و رادمان گفت یه راه هم الان سپر گفت کسی راه دیگه ای میخواست بگه الگوی دیگه ای میخواد بگه اگه کسی میخواد بگه ببخشید من طبق دستا الان بچه باورتون میشه 17 نفر دستشون بالاست من گفتم دیگه اگه ببینیم مثلا یه سوال که تموم میشه من حالا بالاخره راهشو پیدا میکنم که چجوری دست همه با هم بیاد پایین آره ولی مثلا یه سوال تموم میشه دستتون رو بیاریم پایین بعد من گفتم که حالا بهتر بست حالا بگذاریم خب من ببخشید طبق این دستا من میرم جلو احسان اگه راهی داری بگو استاد نه من هستم میشه بگم بگم سال پنج احسان ابتدا احسان آیت الله زاده خب ببینیم میکروفون امیر علی باز بگو بگو دیگه عزیزم بله استاد من امیر علی رو قریب داده هستم پنج و علفش رو بگم ببخشید ببینیم خب ببخشید بچه یه لحظه گوش کنم الان من فکر می‌کنم دست بی خودی بالاست. احسان جان الان من بهت گفتم شروع می‌خوای خب بعد تو خب اینجا 6 تا 18 تا 6 تا 6 من گفتم تو بگو اصلا شما 6 در 6 بعد میگیم 10 در 6 مساوی با 6 تا شماره محله 10 میشه 6 البته من
حتما امروز از راهبر باید بپرسم ببینم چه جوری دستا رو بیاریم پایین. خب ولی وقتی که همه دستشون بالا، خب انگار که همه دستشون پایینه، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. این دستای بالا خیلی، چون دیروز شما گفتین اگر تو از فلوکوپی بنویسین راحت تره و من دسترسی به پرینتر نداشتم، بشکنم با قلم نوری نوشتم. خب بذارین سریع تر بریم جلو. ببخشید بچه ها، من مطمئنم که مطمئنم را ببخشید ببخشید چون الان فرصتمون هم محدوده و میگم خیلی هم بچه ها راه های متفاوت دارن، الان نمیتونم دیگه بشنوم چون که میگم دستای همه بالاست و اینجوری خیلی به کارمون نمیزد. سریع تر و بریم جلو، بریم سوال پنج. ولی خب بعدن من یه شیوهی بهتون میگم که بتونین راه های متفاوتتون رو به من بگید. سوال پنج، الف و آقای پارسا مهر بگید. پارسا مهر عزیز بیا بگید. بچه دستاتون هم هر وقت خسته شد به نظرم بیاریم پایین. حالا باز خودتون هر جور سلام میدیم. پارسا مهر بگو. شماره عدد ضرب در خودش، برای همین ده میشه ضرب در ده مساوی صفر. خب پارسا مهر فعلا نیومد. سلام. من از رو لیست دارم میگم. آقای سیاوش مکی، سیاوش چون بیا شد استاد، شکل اول یه دونه چوب کبریته، شکل بعدی پنج تا چوب کبریته. من یه ذره مکس میکنم تا شکل بعدی 13 تا، شکل بعدی 13 تا نشه. میرم سوال نفر، یعنی ما باید 13 تا چوب کبریت بکشیم، یا میشه گفت 4 تا از این خونه ها که کنار همه. خب سیاه شماره باش هم نیم باسه این بر. سیاه باش اگه اومدی من صدا تو ندارم. محمد پارس، من اولگو اینه، شماره مرحله ضرب در چهار منهای سه. محمد پارسا، صدات آقا صحبت میکنم، صدا خیلی به گوشم نمیخواد. امیرعلی آقا علیزاده ببخشید. در الگوی بالا کدام صدات اکوه، صدات معلوم نیست ببخشید ببخشید. چون الگو در آقای آقا علیزاده لطفا. بله بفهمی انجلی فوقی استاد. سلام استاد، الف اول
گوشت داره 11 تا 11 تا اضافه میشه. هم گفتی چی؟ یا میتونیم بگیم n ضرب در 11 منهای 4. کاملا درستی که اینجوری دوام میشن پیدا میشه. نه اون اشکال نداره. نه عدد آقای مربع رادوین حمزه زاده عدد مربع میشه 37. رادوین 5 ب رو شما بگو. بله رادوین حمزه زاده. بله آقا سلام، دوست داری 5 بی رو جواب بدی؟ آقا توی 3 به علاوه 13 میشه، جای خالی اول میشه 52، جای خالی های بعدی به ترتیب 78 91. بگو عزیزم. درست، یعنی اولی چی؟ یک زب در یک به میشه 621. الو آقا به علاوه سی میشه. بله اگه صحبت کنیم میاد. بله آز من با این زیاد در نیاوردم ولی فکر کنم میشه عدد زدره کامل جواب بدی ممنون میشم چون اینجا اینو گفته بله. پس الگو رو گفتی چی؟ آقا ما بله الگوش رو چی بنویسیم؟ آقا این ستا ستا میره جلو اگه بخواهی با ان بگی چیه جوری میدی؟ راحت هم میتونیم بگیم ان زب داره. ممنونم رادوین، متشکرم. خب بعد آقای محمد امین عابدی. محمد امین سلام و درود، بفهمید. بله بعد چه الگویی پیدا کردین؟ بله من با این نکنستم میگم چه الگویی پیدا کردین؟ شماره مرحله ضرب در 4 درسته. اگه شماره مرحله رو ام بذاریم چی میشه؟ 7 خیلی عالی محمد امین، متشکرم. میتونم بگم نه جناب
با آقای آرتین نکاون. آرتین بله بله بفهمید. چجوری پیدا کردیم میشه بگیم؟ جان آقا من اینجا هم آقا رابطه ایست رو بگن با جه آقا سه سیزده تا سیزده تا اضافه شده اگرم سیزده تا سیزده تا اضافه شده و ترازش هم همین رابطه رو برعکس هم اول سیزده و سیزده و سیزده و سیزده یعنی همون این ضرب در مقداری که اضافه. خیلی ممنون جناب آقای نپاوند. بچه بریم یه ذر جلوتر سوال دوازده رو یه نگاه بکنیم. من دیدم بعضی از بچه ها سوال دوازده رو جواب نداده بودن. خب بعد دو تا چهار تا هفت سوال داره از هفت نفر میتونم بپرسم. آقای امیرزاده امیدی من رابطه پر رو نتونستم پیدا بکنم اما جو اما همشون رو نوشتم. آقا سلام و درود بفهم. بله الو آقا صداتون بله گفتیم چی بگه جه رو؟ خیلی عالی پس داخل مرخص میشه. آقا جه هفته هفته اضافه شده اما مقدار اولش یکه. من گفتم هفته این ضرب در هفته منهای شیش ناکنین یک میشه یک ضرب در هفته منهای شیش دو میشه دو ضرب در هفته منهای شیش. آقای احسان جای خالی اول که چهاره بعدش فرما آماده باشه. احسان آیت الله شده بعدم برنا سلام احسان شما برو بگو جای خالی احسان. بعدی هفتمی و هشتمیه هفتمی میشه هفت هفتم میشه 49 تا میشه دقیقا 43 تا هشتمی هم میشه 56 تا میشه 56 هم مثلا میشه 50 خواهش میکنم. 37 گفتی این ضرب در 8 منهای 3 درست این درست داشتم متشکرم آقای احسان. خب برنا شما بیا بعدش میشه 68 68 من 6 میشه 61 62 62 من 5 میشه 57 57 من 4 میشه 53 53 من 3 میشه 50 میتونی بگی درسته میتونی بگی با N بنویسم آقا من الگوی من این تراز اینجوری پیو تر رو پیدا کردم فقط الگوشو اگه بگی که
گفتی چند تا چند تا اضافه میشه؟ آقا ته یکم سخته، میشه 500 به علاوه این منهای یک ضرب در سی. آقا مثلا شماره یک میشه، مثلا شماره یک میشه 500 به علاوه یک منهای یک ضرب در سی. بله مانی جان، شما ته رو میتونی با ان بگی بنویسی؟ من برنه هم. آره من یه بار جواب دادم ولی برگشتم به این جواب بدم. آه خب باشه، نده باشه باشه. مانی بگو ته رو داری میگی نده شد نده بگو گفتی ستا رابطهش چی میشه؟ آقا بعد سیاوش رو من جای خالی رو چی بنویسی؟ آفرین. خیلی خوبه. متشکرم مانی. زنجانی. زنجان تو میتونی این پرو رابطهشو با ان بگی بنویسی؟ سهند زنجانی بگیر لطفا. من اشکال نداره، تو سه رو بگو. حالا بله خب جاهای خالی رو بگو. یه ذره سریع تر هم بگی عالی میشه. بله 52. قبلیشو نشیدم. بله اینو میتونی با ام بگی؟ نه اینو بپرسم چند تا سوال مونده، یعنی ادامه این چند تا سواله؟ خب سهند متشکرم، رابطهش هم درست گفتی. آقای امیر قائمیان لطفاً امیر قائمیان میشه بیرون امیر آقا. خب امیر مثل این که نمیتونه من از همه میپرسم. محمد طه سامنی. محمد طه محمد طه رابطه سه رو بگو. خیلی عالیه. حالا بچه هایی که رابطه رو ننوشتن الان میتونن بنویسن دیگه، اضافه کنن بنویسن ان ضرب در 13. بعد محمد تا بالاییش هم میتونی بگی؟ محمد
محمد تا روستاد اون ویدیو ها رو من دیروز برای درست دادم گفتی حالا ایش هم میتونی بگی رابطه شو با این چون هیچی برام نزدی بله پر برای من همون چیز زدی اشکال نداره به دفتر برای من چیز زدی باشه جیمو بگو الان نه الان میگم آقا امروزی جواب دادن سوالا محمد تا خودت بگو استاد من جواب دادم فکر کنم شما منو اشتباه گرفتید با یکی از بچه ها من چون سوال اومدم اینو جواب دادم خیلی عالیه جای خالی چی میشه اون وقت